دوستان عزیز، به نظر شما همگام دستگاه قضایی ولایت یا به قول خودشون اهتمام این دستگاه الان چیه؟ گندزدایی و مقاربه و فسادی که تو دوره ریاست آملی لاریجانی سر تا پای این دستگاه گلاب به جمالتون به گند کشیده بود؟ میدونم شما این فکر رو نمی کنید، اما برای کسایی که ممکنه این فکر رو بکنن بهشون میگم براتون متاسفم. خب فکر میکنید که اهتمام دستگاه قضایی مقابله با زمینخارا و کوهخارا و جنگلخارا و دریاخارا و چه میدونم همه چیزخارا تو این نظامه؟ برای کسایی که ممکنه این خیال از ذهنشون گذشته باشه هم متاسفم. پس لابد میپرسید که بالاخره همگام و اهتمام قوه قضاییه چی هست؟ اجازه بدین از زبون سخنگوی این قوه بشنویم. ما اعلام کردیم، بار دیگه اعلام میکنیم، تمام اهتماممون بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب جامعه است، هم به عنوان یک موضوع شرعی و هم به عنوان یک تکلیف قانونی. اون چی که در این جلسه من میخوام اضافه بکنم این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مسبباتی رو داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی رو تصویب نموده که لازم الرعایه و لازم الاجراست، اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب این دستگاه‌های 26 گانه مأموریت‌ها و تکالیف محوله خودشون رو در اجرای سند تحول مسبب شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی انجام ندادند. بله، عنایت فرمودین تمام اهتمام قوه قضاییه حجابه و نه هیچ چیز دیگه. و این البته خودش علاوه بر اقدامات، فعالیت‌ها و تلاش‌های اون دستگاه‌های 26 گانه موظف به مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی و گذاشتن حجاب برتر به سر بانوان و دختران وطن. چون اینجاست که وقتی زلف یا چند تار موی خانم از زیر روسری بیرون بزنه دیگه واویلا، ارکان نظام تیک تیک به لرزه و تکون میفته. بازم توجه کنید. البته اعلام کرده ایم که هر کجا اقدامات، ارکان نظام، ارزش‌های نظام، باورهای اجتماعی، امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیاندازد، چاره‌ای جز اقدام و تعقیب نخواهیم داشت. بله، ما واقعا از سخنگویان نظام که به این شفافیت موضوع بیان میکنن کمال تشکر رو داریم، از مجریان عدالت تو دستگاه قضایی و سایر دستگاه های 26 گانه. بله 26 گانه که اینطور شب و روز زحمت میکشن و مواظب حجاب زنان و در واقع حفظ ارزش های نظام و باورهای اجتماعی و امنیت و آسایش شهروندان هستن تا نظام مقدس بتونه تو زمینهای دیگه با دست باز خر خودشو برونه. از همه اونا کمال تشکر رو داریم. بله،